سلام، وقت بخیر. و خبرهای ساعت 8 شب از تلویزیون ویک با من محمود رسولی خوش آمدید. امروز یک شنبه 13 سرطان سال 1400 جیره پاشده است. توزیع وسایل باغچه های خانگی برای بانوان در جلجان. بارشان تلفات سنگین بر افراد طالبان در ولایت سمنگان. و مفقود شدن 20 تن در نتیجه رانش زمین در ژاپن. خبرها. برای شماری از بانوان بی‌بساط در ولایت جوزجان از سوی ریاست اصلاحات آبیاری و مالدارین ولایت وسایل باغچه‌های خانگی توزیع شده است. مسئولان در ریاست اصلاحات آبیاری و مالداری ولایت جوزجان میگویند در مرکز و ولسوالی‌های خواجه‌دوکو و آقچین ولایت برای 370 خانم بی‌بساط 13 قلم جنس از وسایل باغچه‌های خانگی توزیع شده است. و گفته این مسئولان این وسایل برای بهبود اقتصاد این خانم ها توزیع شده است. در جریان عملیات نیروهای امنیتی بالای گروه طالبان در ولایت سمنگان بیش از 40 تن از افراد این گروه کشته و زخمی شدند. قلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه گفته است نیروهای امنیتی در ولسوالی حضرت سلطان بالای گروه طالبان عملیات را اندازی کردند که در نتیجه این عملیات 19 تن از افراد طالبان کشته شده و 25 تن دیگرشان زخم برداشتند. در یک عملیات هدفمند مشترک نیروهای امنیتی و قوای هوایی کشور در ولایت سمنگان 44 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. قلردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه گفته است بامداد امروز نیروهای امنیتی و دفاعی با حمایت قوای هوایی افغان و خیزش‌های مردمی یک عملیات هدفمند مشترک را بالای قرارگاه‌های گروه طالبان در مربوطات کوکجر و دلخکی ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان اجرا نمودند. این خبرنامه می‌افزاید در نتیجه این حمله هوایی و درگیری 19 تن از افراد طالبان کشته شده و 25 تن دیگرشان زخم برداشتند. در این خبرنامه آمده است در این عملیات 3 اراده موتورسیکل، 2 باب قرارگاه و مقدار زیادی از سلام و مهمات این گروه نیز تخریب شده است و همچنان ساحات متذکره از وجود طالبان پاکسازی شده است. در این درگیری به نیروهای امنیتی و مردم ملکی هیچ نوع آسیب نرسیده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. سمنگان در سال جاری با افزایش حملات گروه طالبان مسلح سخت ناامن شده است که افزایش این حملات نگرانی های مردم این ولایت را برانگیخته است. حملات گروه طالبان بالای ولسوالی بهارک ولایت بدخشان با وارشان تلفات سنگین بر افراد این گروه از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است. قماندان قلردوی 217 پامیر میگوید حملات گروه طالبان بالای ولسوالی بهارک عقب زده شده و در پی حملات هوایی و درگیری 40 تن از افراد این گروه کشته و زخمی شدند. در اثر حملات هوایی و درگیری ها میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان مسلح در ولایت بدخشان 40 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شده است. بریگ جنرال عباس توکلی قماندان قلردوی 207 پامیر میگوید روز گذشته گروه طالبان با قصد گرفتن ولسوالی بهارک ولایت بدخشان بالای پاسگاه های نیروهای امنیتی در این ولسوالی حملات تهاجمی کردند که از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است. در نتیجه این درگیری و حملات هوایی 30 تن از افراد طالبان کشته شده و 10 تن دیگرشان همچنان زخم برداشتند. امروز در ولسوالی بهارک توسط دشمنان قسم خورده مردم افغانستان صورت گرفته بود. او خوشبختانه با یک شجاعت و شهامت نیروهای امنیتی دفع و طرد گردید. دشمن در بهارک بیشتر از 30 تا 40 نفر تلفات دارد. در این حملات و درگیری ها به مردم ملکی هیچ نوع آسیب نرسیده است، اما گروه طالبان تا اکنون در رابطه با این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. ولایت بدخشان از جمله ولایت نسبتا ناامن کشور محسوب می شود که جنگ میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی به شدت ادامه دارد. گفته می شود در این میان به افراد ملکی نیز آسیب رسیده است.
در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی بالای گروه طالبان در ولایت غزنی 20 تن از افراد طالبان کشته و زخمی شدند. خلردوی عملیات خاص با پخش خبرنامی گفته است نیروهای امنیتی در اطراف شهر غزنی بالای گروه طالبان عملیات را اندازی کردند که در نتیجه 15 تن از افراد طالبان کشته شده و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. در پی عملیات نیروهای امنیتی بالای گروه طالبان در ولایت غزنی بر افراد این گروه تلفات وارد شده است. قلردوی عملیات خاص با پخش خبرنامی می گوید نیروهای امنیتی در قریه‌جات کلوخک و اطراف شهر غزنی بالای گروه طالبان عملیات را راه اندازی کردند. این خبرنامه می افزاید که در نتیجه این عملیات 15 تن از افراد طالبان کشته، 5 تنشان زخمی و مقدار سلاح و مهماتشان نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. گروه طالبان تا اکنون کشته و زخمی شدن افرادشان را رد و یا تایید نکردند. 20 تن از افراد گروه طالبان در حالی در ولایت غزنی کشته و زخمی شدند که در این اواخر درگیری های سخت میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در شمار زیادی از ولایات کشور جریان دارد و در پی این درگیری ها شماری از ولسوالی ها نیز به دست گروه طالبان سقوط کرده است. خبرهای ورزشی را با همکارم دنبال کنید. به نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای ورزشی این ساعت با من احسام الدین حیدری خوش آمدید. در ادامه بازی های مرحله یک چهارم نهایی یوروی 2020 تیم های ملی جمهوری چک و دنمارک دیشب به مسافه هم رفتند که در اخیر این تیم ملی فوتبال دنمارک بود که توانست تعریف خود را با نتیجه 2-1 شکست بدهد و گل های تیم ملی دنمارک توسط توماس دلانی در دقیقه 5 و کاسپر دولبرگ در دقیقه 42 به ثمر رسید و تک گل تیم جمهوری چک نیز توسط پاتریک شیک در دقیقه 39 زده شد. در آخرین بازی از مرحله یک چهارم نهایی فوتبال یوروی 2020 شب گذشته تیم‌های ملی فوتبال اوکراین و انگلیس در مقابل هم رفتند که در نهایت بازی 4-0 به نفع تیم ملی فوتبال انگلیس تمام شد و گل‌های تیم ملی انگلیس توسط هری کین در دقایق 4:50، هری مگوایر در دقیقه 46 و جوردن هندرسون در دقیقه 63 به ثمر رسید. و همچنان تیم ملواکی باکس برای نخستین بار در فینال لیگ اتحادیه ملی بسکتبال NBA آمریکا رسید و ملواکی در غیاب یانیس ستاره یونانی خود در بازی ششم فینال کنفرانس شرق و مسافه آتلانتا هاکس رفت و با نتیجه 118-107 به پیروزی رسید. حال هم به وضعیت آب و هوای چند ولایت از کشور و نرخ اسعار توجه کنید.
این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان گردید. تا درود بعد. بدرود.